آمبورگ یکی از شهرهای دوستدار محیط زیست در دنیا. مسئول این شهر مردم رو به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی تشویق میکنن و بودجه زیادی رو برای توسعه تکنولوژی پارک در این شهر اختصاص دادن. شیکاگو این شهر روش‌های نوینی رو برای کاهش آلودگی و تولید زباله داره و دارای بیش از 185,000 متر مربع روف گاردنه. همچنین شبکه حمل و نقل در این شهر بسیار سازمان یافته است که باعث کاهش آلودگی های هوا هم شده. کوپنهاگ شهری رنگارنگ در دانمارک و دوستدار محیط زیست که بودجه زیادی رو برای محافظت از آب و کاهش آلودگی هوا در نظر گرفته. شنا کردن در آبهای این شهر امنه چون درصد آلودگی آبهای اون از عدد صفر هم کمتره. هونولولو این شهر فاصله زیادی با شهرهای مهم داره و صنایع آلوده اون بسیار کم. در این شهر زباله دیده نمیشه و تا چشم کار میکنه مناطق سرسبز و زیبا وجود داره. هلسینکی ساکنان این شهر در فنلاند به حفظ محیط زیست علاقه زیادی دارن و دولت هم سیستمی کارآمد برای تولید گرما ابدا کرده تا مصرف انرژی رو کاهش بده. ریکجاویک این شهر پایتخت پاک کشور ایسلنده و سیستم بازیافت و حمل و نقل عمومی به فضای سبزی بسیار سازمان یافته داره و مردم آگاهی کامل از چگونگی حفظ محیط زیست دارن. وین در پایتخت اتریش پول زیادی برای سیستم جمع‌آوری زباله خرج شده و بیشتر پسماندها بازیافت میشن. ژنو این شهر سکاندار جنبش محیط زیستیه و سطح آلودگیش بسیار پایینه. کوریتیبا برزیل کشور تمیزی نیست، اما در این شهر سیستمی طراحی شده که پسماندها رو از مردم دریافت میکنه و در ازای اون بهشون کوپن غذا و بلیط وسایل عمومی رو میده و این کار دلیل قرار گرفتن این شهر در این فهرسته. سنگاپور یکی از پرگردشگرترین شهرهای جهان که با وضع قوانین بسیار سختگیرانه به این جایگاه رسیده. از اون قوانین میشه به منع جویدن آدامز، بریدن درختان و در نظر گرفتن جریمه سنگین برای افرادی که زباله میریزن اشاره کرد. لوکسامبورگ این شهر از جنگل‌ها و کاخ‌هاش به خوبی مراقبت می‌کنه و لقب قلب سبز اروپا بهش داده شده. کوبه یکی از بزرگترین شهرهای ژاپن با وجود جمعیت 5 میلیونی کمترین میزان زباله و آلودگی رو داره و همچنین داره یکی از کارآمدترین سیستم‌های بازیافته. ناتینگهام این شهر پاکترین شهر انگلستانه و سطح آلودگیش بسیار پایین. استوکهلم پایتخت کشور سوئد که در سال 2010 پاکترین پایتخت اروپا شناخته شد. این شهر در بسیاری از زمینه‌ها مثل تغییرات آب و هوا، حمل و نقل شهری و همچنین جلوگیری از آلودگی‌های صوتی عملکرد بسیار خوبی داشته. پورتلند یکی از معدودترین شهرهای آمریکا است که مردم درباره مسائل محیط زیستی آگاهی کاملی دارند و تولید خوراکی‌های ارگانیک نیز باعث کاهش این آلودگی‌ها شده. بریزبن شهری بزرگ در استرالیا با جمعیت حدوداً 3 میلیون نفری که بسیار تمیزه. البته وجود فضاهای سبز، پارک‌ها و باغ‌ها نیز بی تأثیر نبوده. آمستردام یکی از بهترین شهرهای دنیا برای زندگی کردن که دسترسی به 600,000 دوچرخه برای کرایه کردن نیز تأثیر چشمگیری در این پارکی داشته. تورنتو یکی از بزرگترین شهرهای کانادا با جمعیت بیش از 8 میلیون نفری که ساکناش تلاش زیادی برای پاک نگه داشتن اون به وسیله استفاده از حمل و نقل عمومی داشتن. و در آخر فرایبورگ شهری آفتابی در آلمان که وجود جنگل سیاه در نزدیکی اون باعث آب و هوای بسیار پاک شده. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید.